سلام و درود و فقط حالتون چطور؟ به چنل خودتون خوش اومدید. آقا امروز دوباره اومدیم همراه مادرم، میخواییم به دو تا ویدیوی مختلف بریم، یکی از نظر آیسان اسلامی در مورد این پسر بچه افغان مهدی جان مهاجر که ضربه‌ای که از طرف پلیس ایران خورده بود که اگه یاد باشه آخرش هم که آخرش هم به اجبار ازش یه فیلم گرفتن. حالا میگم بچه‌ای که اول وارد چنل میشید یه ویدیو براتون میذاریم، انتهای ویدیو حتما اونم نگاه بکنید که به اجبار انگار ازش فیلم گرفته بودن، چه مشکلات دیگه‌ای که دیگه بعدش نذاشتن رو بشه. در آخر هم می‌خوایم بریم نظر مردم رو ببینیم، اعتراضات مردمی که خارج از ایران هستن در مورد این قضايا، شخصای مهمی که مثلا داخل خارج هستن. حرف زیادی نمی‌زنیم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. برادرای من برگشتن گفتن که آقای سان تو که از بچه‌های افغانستان حمایت کردی چرا اون عکس رو نذاشتی که اون مأمور کونی که پاشو گذاشته رو گردن اون بچه افغانستانی؟ کسخلم، انقدر آبرو تو دنیا مونده از ایرانی ها، اونم به گایدم بدم، اونو بذارم بچه ها دا رفیقای امریکایی من سوال کنن چیه، بعد بگم هیچی، اون بچه افغانستانی از دست طالبان فرار کرد، پناه آورد به من ایرانی تو کشور من، گوشش نمیشنوه، مادرش هم اونجا وایساده، 15 سالم سن نشه، اون داداش من، اون هموطن من زانوشو گذاشته رو گردنش، بعد منو نگاه میکنه میگه اه، بعد میگم آره داداش، کسخلم آبروی خودم ببرم، کسخلم آبروی ایرانی ها رو ببرم. دقیقا حرفش درسته دیگه، کسی که واقعا میگه ما خودمونم دوست نداریم بگیم آبروی کشور خودمونو بخوایم ببریم سر این حرکت که بگیم همچین بلایی سرشون. اصلا میگم کامنتایی که بعضی وقتا ایرانیای خودمون میفرستن، چرا هستن بچه ها، واقعا نمیگم، بعضی از ایرانی ها هستن که کامنت با ما میفرستن، میگم به خدا ما خودمون شرممون میشه این حرکاتو دیدیم، یعنی هست دونه دونه شون، اگه بخوای اسکرین شاتاشو براتون میذارم. یکی میاد نمیشود برای من، بنده خدا یه دختر خانومی هم بود فکر کنم، میگه دقیقاً مخاطبش میگه مثلا به رئیس جمهور بود، میگه ما بودیم که به تو رأی دادیم، این بلا رو برای چی سرشون میاری؟ یکی دیگه نوشود نوشود به خدا من جای همه ایرانی ها شرمندم که همچین بلایی سر همچین بچه. ببین هستن که کسایی دلشون بسوزه. خب این واقعا این ماموری که این کارو کرده از بالا دستیاش دستور میگیره. بالا دستیاش کی هستن؟ دقیقا آخرش ریشش به همون خامنه ای میرسه. حالا میگیم آقا اصلا بیاد مثلا چیکار کنه، بیاد یه دونه مطلب، یه دونه ویدیو یه دقیقه مثلا همین آیسان اسلامی، ببین اصلا میگم من روم نمیشه اصلا بخوام در موردش صحبت کنم، بیاد یه ویدیو مثلا درست کنه بگه فلانی بیا من معذرت میخوام، منی که این حرکت داشت. چرا پس شما یه جور یه کاری کردید به اجبار طرف معذرت خواهی بکنه؟ یعنی اینقدر حاضر نبودن که خودشون بیان یه ویدیو از ماموره بگیرن بگم آقا من اشتباه کردم، درست اون وقت رفتن بچه بنده خدا. اصلا ببین ویدیو رو که گذاشتیم به خدا اینقدر کامنتایی که هست میگن بابا اینو به اجبار گرفتن، اصلا نگاه کن ریفلکس نگاهش رو بری نگاه کن. بچه ها ویدیوشو میذارم، اونایی که ندیدن اولین باره برید ببینید، جوری که انگار به اجبار گرفتن. درست. بعد یه دم میان میگن شما چه سودی میبرید که دارید اخبارو بعد و مثلا اینجوری دارید چیز، اصلا اخبار بدی نیست، بس انسانیته، رنگ پوست نژاد نمیدونم آفریقایی باشه آمریکایی باشه نمیدونم ترک باشه فرقی نداره، خب این یه واقعیته. پس اگر اینجور باشه شما اصلا نباید در مورد روز اخبارهای دیگر هم گوش بدید، چون اون واقعا اونام همینجورن، دقیقاً اونام اون مدلی هم، فقط یه سری ها میان دروغ در مورد کشورمون میگن، یه سری واقعیت. ما الان داریم واقعیت رو میگیم، ما نمیترسیم از کسی، ما مثل بعضی شبکه‌های دیگه نیستیم که بیایم مثلا بخوایم دروغ بگیم، مثلا جمع بشیم چهار تا دروغ بگیم در مورد بگیم به به و چه چه، ما واقعیت رو میگیم و کسی هم ترسی هم نداریم، میایم واقعیت رو میگیم. حالا بچه یه ویدیو دیگه هم هستش که میریم نظر بعضی از مردم که اعتراض کردن اونا رو هم ببینیم، بریم معطلی بریم سراغ اون ویدیو. فریاد پسر 16 ساله مهاجر افغان که زیر پای مامور پلیس ایران گردنش می شکند. کمپاین با شعار به فاشیزم در ایران خاتمه دهید در شبکه های اجتماعی ببین اصلا زده گلوی شکسته شده نه زده گردنش، گرده پاش رو گلوشه در از خب همون گردن به حساب میاد دیگه، فشاری که بهش اومده همچین بلای سرش آورده. 100 هزار تن به این کارزار پیوستند.
سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، رفتار پلیس ایران با مهاجرین افغان را در مغایرت با اصول و معیارهای پذیرفته شده جهانی و قوانین مهاجرت خواند. انس حقانی از اعضای برجسته گروه طالبان با انتقاد از رفتار حکومت ایران از افغانها خواست تا به کشور برگردند. از فعالان و ورزشکاران افغان تا شماری از ایرانیان به این کمپاین پیوستند. یعنی زده مسیح علی نژاد اونایی که بیرون از ایران هستن دقیقا اومدن اعتراضات خودشون رو گفتن به خاطر اینکه همچیزی بنویسیم واکنشا به شکنجه پسر افغان در ایران. بیشتر مردم ایران دارن چشم‌پوشی میکنن در برابر نژادپرستی و مردم آزار اذیت قرار میدن. ما از تمام فعالین حقوق بشر، حقوق کودکان از ایران افغانستان خواهش میکنم که بیایم برای مبارزه کنیم و دادخواهی کنیم برای مهاجرین افغانستانی که در ایران هستن و زیر ظلم و شکنجه پلیس و سیستم نژادپرستانه هستن. امیدواریم که همینجوری باشه. حالا ببین نگاه کن، مثلا جمعی که زده امارت اسلامی باید محکوم گردد، جمهوری اسلامی باید محکوم گردد، اصلا اومدن اعتراضات خودشونو دارن چیز میکنن دیگه. که مثلا آخه ما یه ویدیو دیگه هم دیده بودیم بچه، حالا اونم براتون میذاریم، که اصلا به نظر من این دوتا دولت یه کاری کردن که همچین مشکلاتی پیش بیاد، فقط بردوم برگردن به سیاست. نظر ما سیاستی بخواین چیز بکنیم که برگردن اصلا نظر. حالا میگم بعد اون ویدیو رو هم ببینید که متوجه بشی. در برلین پایتخت آلمان شهروندان افغانستان در نزدیک سفارت ایران دور هم آمدند و شعار نب مهاجر ستیزی سر دادند و آنچه را که در ایران اتفاق افتاده غیر انسانی و خلاف کنوانسیون های حقوق بشری خواندند. این ظلم سال هاست که ادامه داره علیه کارگر افغانی، علیه حتی طفلی که در ایران درس میخوانه. این تضاد، این نجات پرستی علیهش بوده. متاسفانه ما خودمون در ایران زندگی کردیم و این درد همیشه به دوش دارم. با اینکه ما حالا سالهاست از ایران دور شدیم، اما نمیتونم اون درد فراموش کنم و جای تاسف است که این درد، این زخم روز به روز بزرگتر میشه و دیگه قابل تحمل نیست. زشت رفت. میبینی ایه طرف داره نشون میده که حمایت میکنم که مثلا چیز می میگه اصلا چقدر مثلا اذیت میکردن. یه طرف هم مثلا این الان مثلا ویدیو اولیه که داخل ایران اعتراض کرده بودن زناشون. پلیس ایران با مهاجران افغان روش تازه نیست. افغان هایی که مدارک قانونی ندارن تجارب وحشتناک برای گفتن دارند. مهاجران قانونی و زائرین افغان نیز از برخورد تحقیرآمیز پلیس قصه های برای گفتن دارند. اونایی هم که مدارک دارن باز نادیده گرفته میشن. اصلا میگم اصلا اونایی هم که مدارک دارن قانونی اومدن اونا رو هم دارن میندازن بیرون. خیلی اصلا کار مسخره ای به نظر من، چون کسی که هزینه کرده اومده داخل کشور ایران دوباره بند خدا، خب بعدن به نفع خودته، به نفع اون کشور سودی داشته که این همه هزینه کرده اومده دیگه. همه کشورها همینجوری هستن که مهاجر دارن. یه کشور رو بر ما نام ببرید که اصلا مهاجری داخلش نباشه. بابا داخل آلمان حالا چه از ایرانی ترکیه گرفته، چه از ترکی گرفته، چه از فارس گرفته، چه از افغان، همه کشورها این مدلی هستن، ولی هیچ وقت نمیان انقدر. بابا من اصلا یه دوست دارم داخل آلمانه که باهاش صحبت میکنم، میگه بابا یه منطقه هست، یه دونه اصلا محله هستش، همه مهاجرن. میگه همشون مثلا عربن، یه محله دیگه میری همشون از زم ایرانیه، یه محله کلن افغانه. ببین یعنی اینا بعد یه فکر میکنم مثلا فقط داخل ایران مهاجر داره. نه همچین چیزی نیست، غیر ممکنه. اخیراً موج افغان ستیزی در شهرهای مختلف ایران داغ شده است، مانند کمپاین اخراج افغانی مطالبه ملی. دو هفته قبل در پی قتل یک شهروند ایرانی در تهران به دست سه شهروند افغانستان، ایرانی ها برخی از مهاجران را مورد ضرب و شتم و آزار اذیت قرار دادند. ایران که از چند دهه میزبان چندین میلیون مهاجر افغان بوده، دیگر جای امن برای آنها نخواهد بود، مگر اینکه عاملان قضیه سید مهدی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. سوفیا سخی، پاریس. بعد خیلی جالبه واسم فیلم ازش گرفتم، بعد میگن خودش گفته من راضیم، داداشش اومده گفته راضیم. این اصلا خودتونو بذارید جای اون شخص، یکی جلوی خانواده خودتون، چه ایران چه افغان، بچه ها فرقی نمی کنه، این کسی که این ویدیو ما رو میبینه، مثلا به طور مثال خودم،
یه مامور باشه بیاد جلوی تو، بیاد پاشو بذاره رو گرد من، یه شخص عادی چه احساسی اون لحظه داری؟ چه خودت، چه مادرت، چه کل خانوادت اونجا باشن، چه احساسی داری آخه که مثلا همچین حرکتی رو بخوام بزنم؟ ولی خیلی ها هستن باز میان به ما میگن بس کنید دیگه، یعنی تمومش کنید. آره، راضی هستش خودش، وقتی که راضی هستش چرا این کار رو میکنه؟ بس این نیست که ما بخوایم چیزی رو گنده کنیم، ولی واقعا گنده هست، بزرگ هست به اندازه خودش. به نظر من کسی هم که ویدیو در موردش هنوز اگه درست نمی کنه داره جنایت بزرگی میکنه، چون داره خودشو خاموش میکنه. به خاطر 4 تا دونه ویدیو اومده درست کرده، اومده ویوشو گرفته، گفته خب دیگه پسرم که راضی شد بس تموم، برم سراغ ویدیوی دیگه‌ام، برم نمیدونم از این و اون ویدیو بذارم، ولی هنوز داره این موضوع اصلی و براش دیگه تموم شده است. بله. یعنی به چشم ویو دیدن داره نگاه میکرده دیگه. بله، هستن دیگه، حالا میگم اسمم نمیخوایم ببریم، هستن که بعضی که اصلا ویدیو در موردش درست نکردن، بعضی هم که درست کردن گفتن ما فقط 4 تا ویو گرفتیم تمام، دیگه این موضوع رو ول نمیکنم، این موضوع رو ول میکنم میرم موضوعات دیگه رو میچسبم. حالا از همه اینا که بگذاریم، اصلا کاری به افغان بودن یا نبودنش کاری نداره، ما حمایت از بچه ها میکنیم. دقیقاً. بعد یکی اومده اینجوری میگه، میگه 15 ساله بچه سال به حساب میاد، ببخشید زیر سن قانونی به شما ببخشید تون دات شما به چی حساب میاد؟ چه به حساب میاد؟ 17 18 ساله سن قانونی به حساب میاد، بقیه‌اش دیگه بچه است. بچه بچه است. میگم نمیدونم، بعضی که اصلا ساکت بودن، بعضی هم که فقط به عشق ویوشون اومدن ویوشون رو گرفتن، الان هم میگم اگه ادامه بدن حداقل بابا پیگیر این قضیه بشید، این چیز کمی نیست، 2 روز دیگه این بلا سر خودمون میاد، 2 روز دیگه جنگی بشه، فلانی بشه، ما خودمون مهاجر بشیم بریم یه کشور دیگه، همچین بلایی سر خودمون بیاد، اون وقت میخوای چیکار کنی؟ همین افغان ها هستن که از ما طرفداری میکنن، همین ها هستن که پشت ما هستن، کسی دیگه میاد طرفداری کنه؟ عمرن کسی نمیاد طرفداری کنه. بچه حالا امیدوارم، میگم اینم یه ویدیو دیگه بود، باز نظراتون رو برای ما کامنت بکنید. میگم ما که پیگیر هستیم، یعنی تا جایی که بدونیم واقعا با خیال راحت دیگه یا داخل ایران داره زندگی میکنه یا این مشکل واقعا دیگه 100% حل شده باشه، تا جایی که بتونیم ویدیویی که مربوط به ایشون باشه رو دونه دونهشو درست کنیم، صدامون هم در میاد، اصلا ساکت نمیشیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، مثل همیشه خیلی عشقی، تا ویدیو بعدی، فعلا.